فقط خبرها. از اعدام نمایشی تا الغای حس خفگی با آب، گزارش تازه عفو بین الملل از شکنجه بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان 98 در ایران. سفر رئیس جمهوری فرانسه به بغداد، مکرون میگوید مهمترین چالش عراق داعش و دخالت‌های خارجی است. 5 سال پس از حمله مسلحانه به دفتر مجله شارلی ابدو، محاکمه متهمان در پاریس آغاز شد. و تکرار داستان تلخ کولبران، این بار در کوههای سردشت و پیرانشهر. 4 نفر دیگر با شلیک نیروهای مرزی ایران کشته شدند. سلام، عصر بخیر، خوش اومدید به یک بخش خبری دیگه از تلویزیون فارسی بی بی سی. سازمان عفو بین‌الملل در تازه ترین گزارش درباره اعتراض‌های پاییز پارسال در ایران از شیوه برخورد ماموران امنیتی با بازداشت‌شدگان آبان ماه نوشته. در گزارش این نهاد مدافع حقوق بشر گفته شده بسیاری از این افراد به شیوه‌های مختلف شکنجه شدند، از جمله شلاق، آزار جنسی، شوک الکتریکی، اعدام نمایشی و آویزان کردن. در بیانیه عفو بین‌الملل اسم و مشخصات بیش از 500 نفر از معترضان و دیگر افراد از جمله خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر ثبت شده که در ارتباط با اعتراضات آبان ماه تحت پیگرد قرار گرفتند. مریم افشنگ همکارم اینجا در استودیو با ما هست. مریم، تو بارها گزارش زدی راجع به اعتراضهای آبان ماه و همینطور با کسانی که بازداشت شده بودن با خانواده‌های اونها هم صحبت کردی. چقدر همخوانی داره این روایتی که سازمان عفو بین‌الملل میگه با گفته‌های اونها؟ ببین، تقریبا همش واقعا همخوانی داره، به خصوص نحوه‌های شکنجه ها و نحوه بازداشت، شکنجه و اتفاقات و فشارهایی که به خانواده ها به ویژه اومده که عزیزانشون در زندان بودن. یک مصاحبه داریم با بهفر لاله‌زاری که همسرش رضوان احمدخان بیگی الان در زندانه و داره دوران محکومیتش رو میگذرونه. در 26 آبان ماه افراد لباس شخصی به منزل ایشون رفتن و گفتن که از سازمان اطلاعات سپاه خودشون رو معرفی کردن. هرچی که آقای لاله‌زاری پرسیده که خب این همه چیزایی که دارین جمع میکنید و میبرید و برای چی میبرید، همسر منو برای چی ضبط دارید بازداشت میکنید، گفتن که ما از داخل همین چیزها اتهامات رو در میاریم. صدای ایشون رو بشنویم. 12 بهمن ماه سال 98 بود که در شعبه 24 دادگاه انقلاب دادگاهش برگزار شد و خیلی با عجله همون روز یا فرداش بود که سریعاً حکم به وکیل ابلاغ شد با اتهامات اجتماع و تبانی و تبلیغ بر علیه نظام که در مجموع 6 سال، 5 سال و 1 سال بابت هر اتهام محکوم شد به زندان و چند ماه بعدش همین حکم عیناً در شعبه 36 دادگاه انقلاب تایید شد و اصلاً در دادگاه‌ها توجهی به دفاعیات وکیل نکرده بودند، از جمله اینکه اتهام اجتماع و تبانی بر علیه نظام که اکثر زندانیان سیاسی بهش محکوم میشن اکثرا به صورت یک نفری هست، در صورتی که در ماده 610 قانون مجازات اسلامی اومده که 2 نفر یا بیشتر نیاز هست برای تحقق اجتماع و تبانی، که همسر من هم از جمله یک نفری در پروندهش هست و اینها قوانین خودشون رو نقض کردن. البته بعد از بازداشت دومش کاملا ازش بیخبر بودم تا بالاخره تماس تلفنی خیلی کوتاهی داشت و متوجه شدم که تحت فشار و آزار و اذیت روحی خیلی شدیدی بوده برای گرفتن اقرار و اعترافاتی که مورد نظرشون بوده، تحت فشار شدید روحی قرار داده بودنش. ولی تا اونجایی که من مطلع شدم و تا اونجایی که میدونم تحت فشار جسمی و آزار جسمی به اون صورت نبوده و اونجایی که بوده کاملا و تماما با چشم‌بند در یه بازداشتگاه در محل کاملا غیر رسمی و خب تو اون هوای سرد و بدون امکانات.
صدای همسر یکی از بازداشت شدگان اعتراض های آباما بود. مریم همچنان اینجا با ماست. مریم، تو گزارش سازمان عفو بین الملل رو هم خوندی، کمی از جزئیات بیشتر این گزارش برام بگو. ببین، عنوان گزارش هست ویرانگران انسانیت، بازداشت های گسترده، ناپدیدسازی و شکنجه. در این گزارش به صورت مفصل با جزئیات خیلی دقیق نحوه های شکنجه که در واقع بازداشت شدگان تحت فشار قرار بگیرن برای اقرار و اون چیزی که ماموران امنیتی میخوان داره شرح داده میشه، از جمله زمانهای طولانی که از پا یا دست آویزون بودن، از جمله برهنه سازی اجباری و خشونت جنسی، القای خفگی با آب، تجویز اجباری مواد شیمیایی و پاشیدن اسپری فلفل به دستگاه تناسلی. نکته ای که هم در این گزارش هست، من هم خودم به خصوص در مورد زندانیان تهران بزرگ با چند نفری که صحبت می کردم اشاره می کنن، اینه که خیلی از این زندانیان زمان بازداشت مجروح بودن یا گلوله خورده بودن، از توی بیمارستان ها بازداشت شدن و این آدم ها در اون شرایط تحت شکنجه جسمی قرار می گرفتن و بهشون گفته می شده اگر اقرار نکنن به همون جایی که در واقع گلوله خورده یا زخم هست به همونجا ضربه می زنن. نکته دیگه اینه که در بین بازداشت شده ها کودکانی بودن و که حتی گفته میشه که بعضی از این کودکان 10 ساله بودن، یعنی منظور اینه که حتما اینطوری نیستش که حالا بگیم 16 15 یا نوجوان بودن، کودک 10 ساله هم در بین بازداشت شده ها بوده. و نکته به نظر من کلیدی داستان اینه که این بر اساسش اعترافاتی که از طریق این شکنجه ها افراد کردن براشون احکام صادر شده در دادگاه هایی که خیلی از این دادگاه ها اصلا معلوم نبوده کی برگزار شده. از جمله ما میتونیم به حکم اعدام امیر حسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی اشاره کنیم که برای این 3 نفر احکام اعدام صادر شد که شدیدترین حکمه و اینا بعدن اومدن اعلام کردن که ما تحت شدیدترین شکنجه ها بودیم و مجبور به اقرار شدیم. ممنونم ازت مریم افشنگ، همکارم اینجا در استودیو. ما در 60 دقیقه امشب هم بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت. چند خبر کوتاه. رئیس پلیس تهران درباره کیوان امام‌وردی که به اتهام تجاوز بازداشت شده گفته شاکیان زیادی در رابطه با این پرونده به پلیس مراجعه کردند. حسین رحیمی همچنین گفته آقای امام‌وردی به جرم و تخلفش اعتراف کرده اما خودش مدعی شده که سادیسم دارد. در هفته‌های گذشته شمار زیادی از زنان ایرانی با نام یا بدون نام در شبکه‌های اجتماعی اعلام کردند که بعضی چهره‌های شناخته شده به آنها آزار جنسی رسانده یا تجاوز کردند. در میان این گزارش‌ها نام کیوان امام‌وردی بارها تکرار شده. یک مقام وزارت کار ایران میگوید 63% درآمد مردم این کشور از محل کار و فعالیت نیست، بلکه از خرید و فروش مستغلات، سود حساب بانکی و خرید و فروش سکه و ارز است. عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، گفته این آمار نشان می‌دهد که منابع و درآمد مردم با هدف افزایش سرمایه به سمت بورس و فعالیت‌های دیگر می‌رود و در نتیجه درآمد حاصل از شغل کم می‌شود. یکی از مقام‌های سازمان حفاظت محیط زیست ایران میگوید کسی که یک محیط‌بان را در استان هرمزگان کشته بود، وقتی متوجه شد که دایی خود را کشته، اقدام به خودکشی کرده. دیشب خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که یک محیط‌بان به نام محمد حسن نژاد در منطقه حفاظت شده ارمک هرمزگان با 2 شکارچی درگیر و کشته شده. آقای حسن نژاد 2 سال به عنوان محیط‌بان نمونه انتخاب شده بود. سفیر نیجر که از دیروز کار خود را به عنوان رئیس دوره‌ای جدید شورای امنیت سازمان ملل آغاز کرده میگوید تغییری در موضع این شورا درباره خواست آمریکا برای بازگرداندن تحریم‌های ایران ایجاد نشده. عبدو آباری گفته به تصمیمی که سفیر اندونزی به عنوان رئیس قبلی شورای امنیت در ماه گذشته گرفت پایبند است. رئیس دوره‌ای پیشین گفته بود با توجه به مخالفت اعضای شورا با اقدام آمریکا برای فعال کردن مکانیزم ماشه درباره ایران، این شورا در جایگاهی نیست که اقدام بیشتری انجام دهد.
امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه امروز برای دیداری چند ساعته به بغداد رفته. آقای مکرون دیروز در جمع خبرنگاران در بیروت اعلام کرده بود که برای پشتیبانی از حاکمیت ملی عراق به پایتخت آن کشور می‌رود. مهداد فرهمند نگاهی دارد به گمانه‌هایی که درباره هدف سفر امانوئل مکرون به عراق مطرح شده. امانوئل مکرون هم بازدید برهم صالح را پس می‌دهد که پارسال به پاریس سفر کرد، هم نخستین رهبر خارجی است که پس از روی کار آمدن دولت مصطفی کاظمی در عراق به این کشور سفر می‌کند. او پیش از آنکه از بیروت راهی بغداد شود، گفت هدفش کمک به عراق برای دستیابی به حاکمیت ملی است. حاکمیت ملی یعنی رهایی از نفوذ خارجی، بلایی که 17 سال است به جان عراق افتاده. اما تعبیری که عده‌ای از وعده مکرون کرده‌اند برعکس است. علامت تعجب در این تیتر از نقل قول مکرون گویای این تعبیر است. شاهد تعبیر را هم عملکرد امانوئل مکرون در لبنان می‌دانند که بر نخست وزیری مهر تایید زد که دلخواه متحدان ایران است. نه علیه حزب الله چیزی گفت، نه با حضور حزب الله در اداره لبنان مخالفتی کرد. سید حسن نصرالله هم سفر او را به لبنان خوش آمد گفت. در دو دستگی که رویاروی عربستان و ترکیه در جهان عرب پدید آورده، برخی نیز سفر مکرون را تعبیر به تلاش او برای یارگیری در برابر ترکیه می کنند که فرانسه در صف مخالفان توسعه طلبیش ایستاده است. یارگیری در برابر ترکیه حتی به بهای به رسمیت شناختن سهم‌خواهی ایران در عراق. در این میان روزنامه عراقی که به حیدر عبادی نخست وزیر پیشین نزدیک است، از قصد مکرون برای دیدار با آیت الله سیستانی خبر داد. خبری که تایید نشد. بخشی از برنامه سفر امانوئل مکرون به عراق هم دور نگه داشتن تندروهای اسلامگرا از فرانسه است. تندروهایی که در خاک فرانسه بزرگ شده، شهروند این کشورند، اما به صفوف داعش پیوستند و اکنون بسیاری از بازمانده‌هایشان در عراق زندانی‌اند. گفته می شود مکرون می خواهد آنها در عراق بمانند و به فرانسه بر نگردند. مهرداد فرهمند، BBC. پیشتر از حسام دستپیش، کارشناس مسائل سیاسی عراق، پرسیدم تحلیلش درباره سفر امروز امانوئل مکرون به عراق چیست؟ من فکر میکنم میتونیم در سه سطح به مسئله نگاه کنیم. مسئله اول این که در سطح به اصطلاح بزرگ یا سطح جهانی اون، خب خاورمیانه در مجموع اون با یک نوع خلأ مواجهه و اونم به خاطر عدم شفافیت یا ابهامی که در استراتژی ایالات متحده وجود داره. خب فرانسه میتونه هم نمایندگی اتحادیه اروپا رو داشته باشه و هم به واسطه تاریخی که در منطقه داشته میتونه نقشی رو ایفا کنه و بتونه در این خلأی که وجود داره بعضی از بازی‌ها رو به نفع خودش تموم کنه. بعد دوم قضیه که فکر میکنم که خیلی سفر آقای مکرون به اون ربط داره، مسائلی است که در دو حوزه به اسلام مدیترانه و در حوزه لبنان اتفاق میفته. در این دو حوزه فرانسه با دو بازیگر مواجهه، یکیش ترکیه است، یکی جمهوری اسلامی، که عراق میتونه در این وسط نقشه که بالانسر یا متعادل کننده رو ایفا کنه. خب طبیعتاً فوکوس بر عراق میتونه هم قدرت فرانسه رو در چانه‌زنی در اون مناطق بیشتر کنه و هم میتونه بازیگری اون رو به نوعی احیا کنه. سطح سوم قضیه برمیگرده به مسائل امنیتی که وجود داره. اکثریت اتفاقات امنیتی که در فرانسه افتاده خب ریشه در خاورمیانه داشته یا در اون مناطق داشته. خب این وجود آقای مکرون یا این نوع استقبال و این نوع حمایتی که اعلام کرده بیانگر اینه که میتونه در این حوزه به فرانسه کمک کنه. در این حال در داخل عراق هم خب فضای جدید وجود اومده. نخست وزیری است که نیاز به حمایت بین‌المللی داره، یا میتونیم بهتر بگیم که نقطه قوت آقای کاظمی حمایت بین‌المللیه و در این زمینه حضور آقای مکرون میتونه در این حوزه معنادار باشه. آقای مکرون در کنفرانس خبری که با برهم صالح داشت اشاره به این کرد که عراق نباید تبدیل به یک منطقه بشه برای بازیگران منطقه دیگه که از اونجا برای درگیری استفاده بکنند. اما مهرداد در گزارشش گفت عملکرد او در لبنان شاید خیلی ها رو در مورد دست درازی های ایران به کشورهای منطقه و دخالت هاش در کشورهای منطقه ناامید کرده. چه فکر می‌کنید اونجا موثر باشه این حرفا؟
خب ببین، فرانسه اساسا نگاه فرانسوی ها در حوزه سیاست خارجی به مانند ایالات متحده تحمیلی نیست، به این معنا که اون اجندای مشخصی که دارن بتونن از طریق نظامی و یا غیره به شدت پیگیری کنن. خب فرانسه نقشی که در مثلا لبنان برای جمهوری اسلامی قائله بازگشت یک نوع حکومت مدنیه، به دنبال این نیست که نقش جمهوری اسلامی کاملا در نطفه خفه کنه یا بتونه حزب الله را از بازی قدرت در فرانسه کنار بزنه. این مسئله در عراق هم برای جمهوری اسلامی معنا داره. فرانسه خب یکی از کشورهایی که هم حامی برجام بوده و هم به نوعی با تعامل با جمهوری اسلامی در قالب سیاست‌های کلان اتحادیه اروپا اعتقاد داره. خب این معناش اینه که به نوعی بازیگری جمهوری اسلامی در عراق رو هم قبول کرده، قبول می‌کنه. حسام دستپیش بود، تحلیلگر مسائل سیاسی عراق. به میانه برنامه رسیدیم، نگاهی بکنیم به مهمترین عناوین خبری این برنامه. عفو بین‌الملل در گزارش جدید درباره اعتراضات آبان 98 از شکنجه روحی و جسمی بازداشت شدگان میگوید. رئیس جمهوری فرانسه در سفر به بغداد میگوید مهمترین چالش عراق داعش و دخالت‌های خارجی است. در ادامه این برنامه، نمایندگان دولت افغانستان و طالبان برای آغاز مذاکرات عازم قطر میشوند. محاکمه 14 نفری که متهم به همدستی در حمله به دفتر یک مجله فکاهی در پاریس هستند از امروز در همین شهر شروع شد. 5 سال پیش در حمله به دفتر مجله شارلی ابدو که کاریکاتوری از پیامبر اسلام منتشر کرده بود 12 نفر کشته شدند. در جریان حوادث 2 روز بعد از این حمله هم 5 نفر دیگر کشته شدند. این حمله شروع یک رشته حملات از این نوع بود که فرانسه را تکان داد. کسرا ناجی و جزئیات بیشتر. در شروع اولین روز دادگاه قرار است 11 نفر که متهم به همدستی در حمله به دفتر مجله شارلی ابدو هستند به طور حضوری و 3 نفر دیگر که فراری هستند غیابی محاکمه شوند. محاکمه‌ای در میان تدابیر شدید امنیتی. روزی سخت برای بازماندگان این حمله که می‌خواهند بدانند چرا عزیزانشان به طرز فجیعی کشته شدند و چگونه. شماره این هفته شارلی ابدو هم همین را می‌خواهد بداند. این همه خونریزی برای چه؟ شماره‌ای که در آن کاریکاتوری از پیامبر اسلام که 5 سال پیش باعث حمله به دفتر این مجله شده بود دوباره چاپ شده است. حرکتی برای تاکید مجدد بر حق آزادی بیان. این زن می‌گوید باید در مقابل این تهاجم به آزادی بایستیم. حمله روز 7 ژانویه 2015 اینجا اتفاق افتاد، وقتی که 2 برادر به نام‌های شریف و سعید کواشی به دفتر شارلی ابدو حمله کردند. این کمی بعد از حمله، وقتی که مهاجمان الله اکبر گویان با یک اتومبیل پلیس مواجه می‌شوند و به سوی آن شلیک می‌کنند و یک پلیس را هم اینجا می‌کشند. کمی قبل از آن در داخل دفتر آنها 12 نفر را کشتند، از جمله بعضی از بهترین کاریکاتوریست‌های فرانسه را. این 2 نفر کمی بعد در یک چاپخانه در شمال پاریس در محاصره پلیس افتادند و کشته شدند. در جنوب پاریس نفر 3 تیم در یک سوپرمارکت تعدادی را به گروگان گرفت و بعد هم کشته شد. مهاجمان اعضای القاعده و داعش بودند. رویدادهای 3 روز که فرانسه را تکان داد. در اوج جنگ‌ها در شمال عراق و سوریه و رویارویی با داعش. محاکمه 14 متهم که به مهاجمان اسلحه دادند، جا دادند، امکانات دادند و حمایت کردند ممکن است تا 2 ماه طول بکشد و برای اولین بار در فرانسه در مقابل دوربین فیلم برداری برگزار می شود برای ثبت در آرشیو تاریخی فرانسه. این مرد وکیل یکی از کاریکاتوریست‌هایی است که در حمله کشته شد. او میگوید همین امروز کسانی هستند که شاید از روی نادانی از اسلامی‌های تندرو حمایت می‌کنند، چیزی که باید محکوم شود. او میگوید این محاکمه مبارزه است برای دموکراسی، برای آزادی که در داخل دادگاه صورت می‌گیرد. امروز در پاریس خیلی‌ها دوباره کاریکاتوریست‌های شارلی ابدو هستند، به یاد آنها و به یاد روزهای سخت 5 سال پیش و این تهاجم به روزنامه نگارها و به ارزش‌های دموکراسی در فرانسه. کسری نجیب، BBC.
وبسایت حقوق بشری هنگاف که اخبار مناطق کردنشین رو گزارش میده از کشته شدن 4 کولبر در اثر شلیک نیروهای مرزی ایران خبر داده. بر اساس این گزارش 3 کولبر به نام های زانست حسن نژاد، زانکو احمدی و سروش ملکاری در پی تیراندازی در منطقه مرزی سردشت و همچنین جلال خزری در مرز پیرانشهر کشته شدند. در سالهای گذشته شمار کولبرانی که در مرزهای ایران کشته و زخمی شدند افزایش یافته. برای بحث بیشتر در این مورد مسعود کرپور به ما پیوسته، سردبیر آژانس خبری مکریان از سنندج ایران. آقای کرپور، کمی از جزئیات این حوادث اخیر بهمون بگید. کولبران که متاسفانه جزء محرومترین اقشار جامعه هستند، در مناطق مرزی متاسفانه به طور مکرر با حوادث طبیعی و مصیبت‌های گوناگون روبرو میشن. یکی از این مصیبت‌ها هم تیراندازی‌هایی هستش که گاه و بیگاه به این شهروندان مستضعف و محروم صورت میگیره و متاسفانه یا زخمی میشن یا جونشون رو از دست میدن در این راه. در روزهای اخیر هم متاسفانه چندین بار تیراندازی شده در شهرهای مرزی، در سردشت، پیرانشهر و حتی در نوسود هم خبرهای رسیده که چند نفر زخمی شدن. متاسفانه مرتب از این خبرها منتشر میشه و تا کنون واکنش به اون کارزاری که ماه پیش راه افتاد در حمایت از کولبران، شنیدیم که نیروهای مرزی ایران به یکی از مسئولان اعلام کرد که تیراندازی از طرف نیروهای مرزی ایران صورت نمیگیره. چطور میشه با اطمینان گفت که اونها این تیراندازی رو انجام میدن؟ البته مناطق مرزی منطقه نظامی هست، یعنی در طول تاریخ مناطق مرزی ایران و کشورهای همجوار همیشه حالت نظامی و امنیتی داشته و تیراندازی هم معمولا صورت میگیره، چون به هر حال این کولبرها از مرز رد میشن و مسئولین هم گفتن که کسانی که از نقطه مرزی رد بشن به معنای اینه که قانون رو زیر پا گذاشتن، قوانین مرزی رو، و امکان داره بهشون تیراندازی بشه. اینو بارها اعلام کردن و این موارد هم متاسفانه باید جز همون مواردی باشه که تیراندازی شده و اینها متاسفانه جونشون از دست دادن. آیا بعد از اون کارزار شاهد هیچ گونه تغییری در وضعیت کولبران و مثلا اقدامی از طرف مسئولان نبودیم؟ با این خبرهایی که منتشر میشه مرتب که به اینا تیراندازی میشه نشون میده که برای تغییری صورت نگرفته. خب اگه تغییری صورت میگرفت باید این شهروندان از امنیت جانی و امنیت حرکت در مناطق مرزی برخوردار می بودن و می تونستن آزادانه کالاهاشون رو بیارن و با کسب و کارشون بپردازن. این نشون میده که متاسفانه تغییری صورت نگرفته در سیاست هایی که در این مناطق اعمال میشه. ممنون از شما کرپور. مسعود کرپور، سردبیر آژانس خبری مکریان از سنندج در ایران با ما. منابعی در دولت افغانستان به بی بی سی گفتند که هیئت مذاکره با گروه طالبان فردا به قطر می رود. به گفته این منابع هیئتی 5 نفره برای فراهم سازی امور تدارکاتی و ایجاد تسهیلات برای هیئت مذاکره کننده پیشاپیش به دوحه رفته. طالبان هم گفتند که هیئتی 13 نفره را از پاکستان راهی قطر کردند. ملا برادر معاون رهبر طالبان جزو این گروه است. علی حسینی از کابل گزارش می‌دهد. قبول کردن مسئولیت بسیار بزرگ. دیدار رئیس جمهوری و رئیس شورای عالی مصالحه ملی با هیئت مذاکره کننده قبل از سفر به دوحه. آقای غنی گفت در نتیجه تلاش های پی هم دولت به این مرحله حساس رسیدند. او هیئت مذاکره کننده را نماینده مردم و دولت افغانستان خواند. یک تیم متحد، یک تیم ملی، یک تیم آماده با قوت، پشتیبانی ملی، پشتیبانی سیاسی واضح بر مذاکرات میریم. تأخیر در آزادی زندانی ها طی چند روز گذشته مانع اصلی آغاز مذاکرات دو طرف بوده. بالاخره دو روز پیش دولت دوباره آزادی 400 زندانی که خطرناک گفته می شود را آغاز کرد، در ادامه روند آزادی 5000 زندانی طالب. این 4 نفر هم جزء 24 کماندویی هستند که دولت خواهان رهایی آنها از سوی طالبان شده. آنها پس از 2 سال اسارت در نزد طالبان دیروز در قندهار آزاد شدند. حالا مهمترین موضوع این است که مذاکرات چگونه پیش خواهد رفت.
در قدم اول، اما موضوع آتش بس بیشتر از موارد دیگر برجسته شده. در حال حاضر مهمترین موضوع این است که چگونه آتش بس برقرار کنیم، چگونه یکدیگر را بپذیریم و برای مردم افغانستان آرامش بیاوریم. برای من مهمترین موضوع پیدا کردن ارزش‌های مشترک است. برخی به این باور هستند که مذاکرات بین الافغانی آغاز راه دشواری است که با چالش‌های جدی روبروست. چالشی که میتونه در آینده در برابر گفتگوها بین افغانی ایجاد شد و اون تحقیق نکردن یا عملی نکردن تحقیقات از طرف دولت افغانستان و طرف طالبان است. این مردم افغانستان انتظارشان این است که هرچه زودتر گفتگوها بین افغانی آغاز شد و ما به یک صلح پایدار برسیم. مذاکرات بین الافغانی جنگ طولانی افغانستان را وارد مرحله تازه‌ای می‌کند. جنگی که صدها هزار کشته و زخمی بر جای گذاشته و برای مردم سالها درد و رنج داشته. بسیاری با نگرانی امیدوارند این مذاکرات آغاز پایان این درد و رنج باشد. علی حسینی، بی بی سی، کابل. حمید سعید از نامی ترین گیتاریست های بندرعباس در سن 53 سالگی درگذشت. او در طول زندگی حرفه‌ایش با هنرمندانی چون ابراهیم منصفی و ناصر عبداللهی همکاری داشت. حمید سعید که از نوجوانی کار موسیقی رو آغاز کرده بود، علاوه بر گیتار، عود و ویولون هم می‌نواخت، اما به نوازندگی گیتار و خوندن محلی بیشتر شهرت داشت. به توی دست گله میخکه جینو به جینو تا اتام تو کوچک تادم. اینچه که میبینید بخشی از اجرای حمید سعید در مستند چیشکا یا قصه شب ساخته رها فریدی است که به موسیقی هرمزگان و زندگی ابراهیم منصفی پرداخته. این فیلم در حال حاضر در سینماهای هنر و تجربه در ایران اکران میشه. از خوشی کوشه ی جمم پدرده، از خوشی کوشه ی جمم پدرده، چه لحظه ی خوشی، هی خوشانس. ممنون از همراهیتون در این بخش خبری. همیشه برای دریافت آخرین خبرها میدونید که میتونید سر بزنید به وبسایت ما، آدرس اون هست bbcpersian.com. اگر سر بزنید همین الان و وبسایت ما رو ببینید، خبر اول ما خبری است مربوط به پیامی که وزیر خارجه آمریکا خطاب به آیت الله خامنه ای گفته. او از آیت الله خامنه ای خواسته که سرکوب هولناک مسلمانان در چین رو محکوم بکنه. در واکنش به انتقاد آیت الله خامنه ای رهبر ایران در مورد عادی سازی روابط بین امارات متحده عربی و اسرائیل، این مطلب و مطالب دیگر رو میتونید در وبسایت ما با آدرس bbcpersian بخونید. ممنون از همراهیتون.